مادری که همیشه دختر خودش رو کنترل میکنه اما نمیدونه قراره چه چیزهای وحشتناکی ببینه. گلاسیا سلام. امروز میخوام بریم سراغ فصل 4 بلک میرور، قسمت دومش، فیلم به اسم آرکانجل. همونطوری که میدونید هر قسمت بلک میرور یه فیلم کاملا جداگونه است و هیچ نیازی نیست بقیه‌اش رو ببینید، اما اگه دوست داشتید میتونید از این پلی لیست بقیه‌اش رو هم تماشا کنید. من همیشه سعی میکنم بهترین قسمتاشو قرار بدم، ولی قطعاً تا چند ماه آینده کل سریال رو تمامش میکنم. بریم فیلمو ببینیم. حواستون به صورت کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی رو به اسم ماری میبینیم که در حال زایمانه و خیلی استرسش بالاست، اما همه چیز خوب پیش میره و دخترش یعنی سارا متولد میشه. نکته مهم اینه که ماری خیلی استرسیه و همش نگرانه که این موقع بچه‌اش چیزی شه. 3 سال میگذره و یه روز که سارا و ماری تو پارکن، مادر سرگرم صحبت با یکی از دوستاشه. سارا هم یه گربه میبینه و راه میفته دنبالش. ماری که به خودش میاد وحشت میکنه چون هیچ خبری از دخترش نیست و همه جا رو میگرده. آخر سر هم مردی میبینه که بچه‌شو بغل کرده و براش میارتش. به ماری میگه سارا رو توی خیابون در حالی دیده که دنبال یه گربه میکرده. این قضیه دیگه خیلی رو مخش میره و تصمیم میگیره یه کار عجیب انجام بده. به یه شرکت معروف به اسم آرکانجل میره. یه دستگاهی توی شرکت اختراع شده که توی همه تبلیغات میگن با کمک ما همیشه مواظب بچه‌هاتون باشید. خلاصه که ماری هزینه بالایی پرداخت میکنه و در حالی که برای سارا یک کارتون گذاشتن، دستگاهی رو به سرش وارد میکنن که اصلا متوجهش نمیشه. یه تبلت هم به ماری تحویل میدن. با استفاده از این تبلت ماری همیشه میتونه بفهمه که سارا کجاست، میتونه حتی از چشم اون همه جا رو تماشا کنه و یه سری ویژگی دیگه مثل سانسور هم داره. با فعال کردن این گزینه سارا همه چیزهای وحشتناک رو به صورت کاملا تار میبینه و به هیچ وجه به روحیه‌اش خدشه وارد نمیشه. ماری که خیلی خوشحاله همه فیلترها رو هم فعال میکنه و میان خونه. پدر ماری هم متوجه میشه که چی کار کردن، ولی اصلا موافق این کار نیست. میگه زمان ما شاید شرایط سخت بود، اما میذاشتیم که فرزندامون با واقعیت بزرگ شن و واسه همینم هم درست بار اومدید. یه روز دیگه میرسه و وقتی ماری سر کاره، سارا رو پیش پدر خودش گذاشته تا ازش مراقبت کنه. پدر بزرگ یه دفعه قلبش میگیره و میوفه زمین. اما قسمت بعد اینجاست که سارا متوجه نمیشه. اون فیلتر سانسور باعث شده همه چیزو مثل لکه ببینه و اصلا جریان رو نمیفهمه. یه شانس میارن و وقتی ماری اتفاق تبلتشو برمیداره میفهمه که پدرش داره سکته میکنه. واسه همینم سری میاد میبرتش بیمارستان. اما اینجا برای اولین بار اثر بعد این دستگاه رو دیدن. میریم به چند سال بعد. سارا یه نوجوان شده و پدر بزرگش هم امروز جونش رو از دست میده. همچنان سارا همه چیز رو، حتی گریه کردن مادرش هم سانسور شده میبینه. وقتی میره مدرسه هم دوستاش همه از دنیای بیرون و اتفاقات مهم حرف میزنن. بعضیاشون ویدیوی از اتفاقات ترسناک به هم نشون میدن که بازم سارا نمیتونه ببینتشون. پسری به اسم تیریک هم هست که خیلی از سارا خوشش میاد و وقتی متوجه میشه نمیتونه این دختر صحنه ها رو ببینه، سعی میکنه به یه شکل دیگه و سانسور شده کامل جریان رو براش تعریف کنه و اونم خیلی خوشحال میشه. دیگه این قضیه ولی خیلی داره سارا رو اذیت میکنه. شروع میکنه به کشیدن نقاشی‌های وحشتناک و حتی خون توی اونام سانسور میشه. یه بار انقدر عصبانی میشه که موقع دفاع با مادرش سر این قضیه میخوابونه زیر گوشش. همینم دلیلی میشه برای اینکه ماری ببرتش پیش روانشناس. با چند تا سوال و جواب ساده هم روانشناس تشخیص میده که دلیل عصبانیت و ناراحتی سارا همین دستگاه تو سرش و کنترل شدن دائمشه. برای همینم به ماری پیشنهاد میده فیلترهای دستگاه رو برداره و یه مقدار دخترش رو آزاد بذاره. روز بعدی هم ماری به سارا میگه من نمیخوام دیگه از تبلت کنترلت کنم و امروز اولین روز آزادیته. هر دوشون هم استرس دارن و سارا با اینکه خیلی دلش میخواست این اتفاق بیفته حالا ترسیده. وقتی از خونه خارج میشه همه چیز جدید شده. برای اولین بار حمله سگ همسایه و صدای بلندش هم میشنوه و وحشت زده میشه. حتی یه لحظه نزدیک ماشین بزنه بهش، اما در آخر موفق میشه راهش رو ادامه بده. از اون طرف ماری هم خیلی استرس داره و در آخر انقدر میترسه که تبلت رو باز روشن میکنه. میبینه که سارا به سلامتی رسیده مدرسه و حالا دست خودش عصبانی میشه که نتونسته خودش رو کنترل کنه و این تبلت رو چک نکنه. سارا هم تو مدرسه بالاخره طعم آزادی رو میچشه و کم کم بهش عادت میکنه. چند سال دیگه هم میگذره و سارا به دبیرستان میره. تیریک هم زره تو کار فروش مواد به بقیه دانش آموزا جدا از کارش توی رستوران. امروز از سارا و دوستش دعوت میکنه تا باهاشون بیان و خوش بگذرونن. سارا هم که به خونه میرسه اما درش اجازه میگیره، اما به دروغ میگه میخواد بره خونه دوستش. خب مشخص ماری هم چند سال دیگه کنترلش نمیکنه و آزادی دخترش رو قبول کرده. بهش میگه برو ولی زود برگرد. اینا میفهمیم که ماری وارد رابطه است. آخر شب که برمیگرده خونه هنوز خبری از سارا نیست و یه رفع نگران میشه.
سری به خونه دوستای سارا زنگ میزنه و میفهمه همه پدر مادرها از قضیه بیخبرن. دخترها به همشون دروغ گفتن که خونه یکی دیگه از دوستاشونن و با رفیقاشون رفتن بیرون. ماری یکم مردده، اما در آخر تبلت روشن میکنه و میفهمه سارا لبه دریاچه است. با روشن کردن دوربین شوکه میشه، چون سارا و تریک روبروی همن دارن رابطه برقرار میکنن. یه دفعه دوست سارا میاد داخل و بهش میگه احتمالا مادرت فهمیده دروغ گفتی. اونم سری پا میشه و راه میفته سمت خونه. وقتی میرسه ماری هیچ حرفی نمیزنه، چون نمیخواد دخترش حس کنه بهش بی‌اعتماده. ولی این قضیه بارهای دیگه هم تکرار میشه و هر سری ماری از تبلت دروغهای سارا رو میبینه. یه بار که درگیر کارشه، سارا به جایی رفته تا با تریک ملاقات کنه. تریک یکی از موادای خودش هم میاره و به سارا اصرار میکنه تا یکم بزنه. لحظاتی بعد رو تبلت ماری هشدار میاد که ضربان قلب سارا خیلی بالا رفته. با نگرانی دوربین رو باز میکنه و دخترش رو در حال مصرف میبینه. این دیگه براش غیر قابل قبوله و روز بعدی به رستوران میره که تریک کار میکنه. سرش فریاد میزنه و بهش میگه تو همه این مدت از چشمهای دخترم همه چیزو میدیدم و میدونم چه کارایی میکردید. بعدم تهدیدش میکنه که فیلم من با فروشیت هم دارم و اگه یه بار دیگه طرف سارا بیای میدمشون به پلیس. تریک هم که خیلی ترسیده معذرت میخواد و دیگه هم جواب تلفن سارا رو نمیده. اما این قضیه برای سارا مثل علامت سوال میمونه. برای همینم یه روزی رو محل کار تریک و ازش توضیح میخواد. اونم میگه من از کس دیگه خوشم میاد و نمیتونیم با هم باشیم. سارا دل شکسته و راه میفته سمت خونه. یه دفعه وسط راه انگار فشارش میفته و میشینه رو زمین. ماری هم همه اینا داره تبلت میبینه و نگران میشه. نکنه سارا به خاطر رابطش با تریک حالا باردار شده. برای همین هم سری میره داروخونه و دارویی رو برای انداختن بچه میگیره. صبح بعدی یواشکی میری سرش نوشیدنی سارا و به خوردش میده. اونم بیخبره همه چی میره مدرسه و وسط یکی از کلاسا حالت تب و شدید میگیره و بالا میاره. بعدم میره بیمارستان. یه آزمایش ساده هم کافیه تا پرستار بگه چی شده. به سارا میگه بالا آوردنت واسه همون داروی انداختن بچه‌ت دیگه. سارا شوکه میشه، چون اصلا همین چیزی مصرف نکرده و وقتی میاد خونه سطل آشغال میگرده. بستر رو پیدا میکنه و حالا میفهمه همه این مدت مادرش اون زیر نظر داشته. سری تبلت رو برمیداره و میبینه که همه این فیلم های اخیر هم توش ضبط شدن. عصر میشه. ماری از سر کار میاد و با دیدن آشغالای کف خونه میفهمه جریان لو رفته. ما نگرانی میره تو اتاق و تبلت روی تخته. همین که روشنش میکنه دوربین فعال میشه و سارا رو میبینه که پشت سرش وایساده. دختر میاد تو و فقط یه جمله میگه تو همیشه داشتی منو نگاه میکردی. یهو تبلت رو از مادر میگیره و با بیرحمی تمام اونو کتک میزنه. از قبلم فیلتر سانسور رو فعال کرده تا این صحنه خشن رو نبینه و فقط میکوبرش رو سر ماری. لحظه آخر تبلت هنگ میکنه و فیلتر برداشته میشه. سارا که میبینه چه بلایی سر مادر اومده سریع خونه فرار میکنه. ماری همچنان خیلی نگرانه و به محض بلند شدن سعی میکنه بفهمه سارا کجاست. ولی خب دیگه تبلت کار نمیکنه که لوکیشن رو بهش بده. میاد بیرون و در حال گریه دنبال دخترش میگرده، در حالی که سارا داره سوار ماشینی میشه و برای همیشه از این شهر میره. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید و یه سوالی میپرسم که خیلی دوست دارم نظر شما رو هم در موردش بدونم. توی این فیلم به نظرتون مقصر اصلی سارا بود یا مادرش ماری؟ من بر اساس نقدهایی که خوندم خیلی چیزای جالبی در مورد این قسمت نوشته شده بود و یه حرف کوتاهی میزنم و بعد میرم همون نقد رو باهاش ترکیبش میکنم. همه ماها چه پسر چه دختر دوران نوجوانی و جوونیمون، مخصوصا دوران دبیرستان، چه تو ایران باشیم چه خارج از کشور، هر جایی که باشیم یه دوران سرکشی داریم. پدر و مادر آدم اولین کسایی هستن که بهشون اعتماد میکنیم و رازهامون رو میگیم. سرکشی ما هم اینطوری جلوه پیدا میکنه که بیایم به همون اولین کسایی زندگیمون یه جوری انگاری دروغ بگیم یا مثلا بپیچونیمشون یا بریم یه کاری بکنیم که اونا نفهمن. وقتی این کار انجام بدیم حس میکنیم خفنیم، حس میکنیم که مثلا بالاخره تونستیم یکم آزاد باشیم، یه کاری بکنیم که دیگران نفهمن. این اولین کاریه که هر انسانی وقتی به این دوران سرکشی میرسه میخواد انجام بده. برای همینم هیچ وقت نباید یه نفر حس کنه که مثلا بچهش خیلی داره آدم بدی میشه، یا هیچ بچه نباید حس کنه که پدر و مادرش خیلی آدم های بدی هن که مثلا زیاد دارن کنترلش میکنن. به هر حال تو این دوره این اتفاق میفته و هم پدر و مادر باید این قضیه رو درک کنن، همون بچه باید بفهمه که اگر تا الان یه سری کنترل ها بوده به خاطر این بوده که بهش کمک کنن تا بتونه بهترین تصمیم های زندگیشو بگیره. راه اشتباهی نره،
کاری نکنه که جبران پذیر نباشه. اما خب دقیقاً یه وقتا برخلاف این قضیه پیش میاد. مثلا خانواده‌هایی هستن که وقتی به این دوره از سرکشی میرسه کنترلشون رو خیلی بیشتر میکنن. میان یقه طرفو میگیرن میگن حق نداری از خونه بری جایی. هر جا میری هر 20 دقیقه را بزنی بگی کجایی. حق نداری با فلانی بری بیرون. فلان کارو نباید بکنی. انقدر این بکن نکنه ادامه پیدا میکنه که اون طرف هم هی میاد کارهای بیشتری رو ازشون پنهون میکنه تا بیشتر آزادی خودش رو ببینه. و این دقیقا به نظرم شروع خیلی از اتفاقات بد و مهمه. توی این فیلم دقیقا همین قضیه پیش میادش. اول از همه خب منطقیه که اون مادر میاد از اول خیلی نگران بچهشه. میاد توی همون 2-3 سالگیش اون دستگاه رو میخره برای اینکه بفهمه کجاست موقع بلایی سرش نیاد. تو همین کانال من هزار تا فیلم گذاشتم که دیدیم چه کسایی چه بلاهایی سر اینجور آدمایی با سن کم میارن. اینجا منطقیه. حتی وقتی بچه دوران دبستان و راهنماییش هم هستش، خب سنش کمه، هنوز با دنیا زیاد آشنا نیست و پدر و مادر هم دوست دارن ازش محافظت کنن یه موقع اتفاق بدی براشون نیفته. تا اینجا رو میشه باهاش کنار اومد. اما خب ما ماریو داریم که بیش از حد استرسیه، اصلا نمیتونه اون آزادی رو به طرف بده. برای همین هم است که وقتی برای اولین بار بچه دیگه تقریبا 11-12 سالشه، تازه برای اولین بار میاد اون حس آزادی رو بهش میده و میگه اخونه برو بیرون. و اما با این قضیه اونقدر راحت هم کنار نمیاد، از همون اول هی نگرانه، هی چکش میکنه. کم کم تا وقتی دیگه به دوران دبیرستانش رسیده تا حدودی با قضیه کنار اومده که میرسه به همون دوران سرکشی که گفتم. سارا برای اولین بار مادرش میپیچونه، میگه میخوام برم خونه دوستم، ولی با تریکو بقیه میرم بیرون. این اتفاق همونطوری که گفتم برای همه پیش میاد، یعنی پدر و مادر باید درک کنن که اوکی این کار انجام داد، بذار یه جوری باش برخورد کنیم که دیگه به همون دروغ نگه، یه موقع نره پس فره هم جای بلایی سرش بیاد ندونیم کجاست نتونیم بهش کمکی بکنیم، فقط یه کاری کنیم که احساس امنیت کنه و اگه جایی میخواد بره بیاد با ما صحبت بکنه. من خودم دوران دبیرستانم که بود کار اشتباهی که کردم این بودی که رفتم سمت سیگار و شروع کردم سیگار کشیدن. خب مادرم اینو فهمید ولی هیچ وقت به روم نمی آورد و یه روز تقریبا میگم اولا هیچی بهم نگفت. دیگه 8-9 ماه گذشته بود، من از مدرسه اومدم خونه، دیدم رو میزم یه دونه زیر سیگاریه، کنارش هم یه نامه است که نوشته ببین داره بهت صدمه میزنه ولی اگه دوست داری انجامش بدی من میدونم. همین حرکت باعث شد من به مادرم خیلی بیشتر قبل اعتماد بکنم. دیگه شاید خیلی کارهای بدی کردم، شاید خیلی جاهای اشتباهی رفتم، خیلی از ضربه خوردم خاطر اشتباهای خودم، ولی همیشه بهش میگفتم به خاطر اینکه میدونستم قرار نیست قضاوتم بکنه، قرار نیست اون کنترل رو دورم نگه داره که نتونم هیچ کاری انجام بدم، فقط کنارم و میخواد بهم کمک بکنه. اگه که همه پدر و مادرها همچین ریاکشن هایی رو نسبت به کارهای بچه‌هاشون نشون بدن قطعاً خیلی اتفاقات بدی نمیفته. دیگه تو همین کانال هم دور که گفتم هزار تا فیلم گذاشتیم، میبینیم 90% به خاطر مشکلات با پدر و مادره، به خاطر اتفاقاتی که میفته از طرف میاد و رد میده میزنه به پر بلای دلش با سر بقیه میاره، چیزی که دقیقاً آخر همین فیلم هم دیدیم سارا انجام داد، من با مادر خودش. خلاصه که ببخشید زیاد حرف زدم، فقط خواستم یکم محتوای فیلمو قشنگ بگیریم به خاطر اینکه حرفش منظرم خیلی مهمه، مخصوصا توی کشور ما که یه مقدار سنتی تره، خیلی پدر و مادرها نیاز به آموزش دارن، واقعا نیازی که اینجور چیزها رو بدونن تا یکم اون آزادی بچه رو بهش بدن، اون طرف هم بیش از حد نخوان طرف رو ول کنن که بره برای خودش دیگه اصلا حواسشون بهش نباشه. باید این تعادله رو پیدا کنن و متاسفانه هیچ چه آموزش لازم داده نمیشه. برای همین هم خیلی اتفاقات بدی داره میفته و هر بارم با طرف که کاری بدی انجام داره صحبت میکنن میگه به خاطر پدر و مادرم. امیدوارم که خلاصه این قضیه یه روز حل بشه. لایک و کامنت و ساب یارتون نره. مراقب خودتون باشید. شبتونم گلسی.